بحث زراعت تولید بالا نیازمند حضور اصلاح شده است. حضور اصلاح شده حضوری هستن که هم ژنتیکشون برتر هست و هم لحاظ آلودگی های مختلف علف های هر بیماری ها و آفات پاکسازی شدن و ضد عفونی شدن. خب ما امسال الحمدلله موفق شدیم که در زمینه تولید بذور اصلاح شده گندم برای کل مزارعمون وزر آماده کنیم و بحثی که وجود داره این هست که حدود 2 سال طول میکشه که یه بذری که شما الان میبینید داره بجاری میشه و آماده میشه این پروسش به انجام برسه. تمام ارگان‌هایی که توی این قضیه مسئول بودن از روی سازمان جهاد کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، ما از همه پتانسیل‌ها استفاده کردیم، حتی از منابع مالی که توی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بود برای تأمین مالی و اینی که کشاورزا مطالباتشون رو به روز دریافت بکنن از ما. خب این پروسه بود که 18 میلیارد تومان برای ما منابع مالی نیاز داشت و الحمدلله با تلاش و کوششی که عزیزان ما تو اتحادیه تولید روستایی کردن، با کمک و همیاری که ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی کرد و خود ما توی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردیم، طوری برنامه‌ریزی شد که عزیزان کشاورز ما به روز مطالباتشون رو دریافت کنن و تو زمینه تامین بعض مشکلی از این بابت نباشه. و الحمدلله با تلاشی که شد، با هماهنگی و کوششی که شد، باعث شد که ما 100% از اون آمار تکلیفی که به عهده ما بود برای تامین بعض اون محقق بشه و علاوه بر اون ما 135% نسبت به اون آمار تکلیفی که به عهده ما بود تولید بعض رو داشتیم، تامین بعض رو ما داشتیم، که این قضیه باعث شد که ما تو کشور، چون مشکل تو کل کشور بود، تنها استانی هستیم تو کشور که رتبه اول تو تولید بذر جو رو داشتیم و رتبه اول بین 3 تا استانی که حالا اول شدن توی تولید بذر گندم داشتیم و این قضیه با تلاش و کوشش عزیزان ما توی استان محقق شد. اولویت اول ما تأمین نیاز استان، تأمین نیاز داخلی هست و انشالله به محض اینکه نیاز داخلی به صورت 100% تأمین شد، مازاد بر تولید ما قطعا در اختیار استانهای همجوار، که این کمبود تو استان همجوار هم وجود داره و درخواست از همین الان هم هست، مرتب تماس میگیرن درخواست میکنن بس. ولی انشالله بعد از اینکه قیمت از طریق وزارت محترم جهاد کشاورزی مشخص شد، ما توزیع بذر رو آغاز میکنیم با حالا دستوری که سازمان جهاد کشاورزی انشالله تو این قضیه اعلام میکنن. بعد از تامین نیاز اولیه داخلی استان، ما در خدمت استانهای همجوار هم خواهیم بود. همونطوری که مستحضرید و شاهد بودید، سال زراعی 1399-1400 سال بسیار خاصی از منظر شرایط آب و هوایی و عملا حوادث غیر مترقبه مانند تنش‌های دمایی بوده برای بخش کشاورزی استان. در این سال ما شاهد کاهش عملکرد غالب محصولات زراعی، مخصوصا محصولاتی که به نوعی در بازه پراکنش بارندگی استان کش می شدن که شامل کشت پاییزه غلات و کلزاس بودیم. با همه این تفاصیل ما در سال زراعی جاری به حمدالله تونستیم که در تولید بذر مورد نیاز کشاورزامون در 3 طبقه پرورشی، مادری و گواهی شده که عملاً سه سال آینده تولید بذر رو به نوعی این برنامه رقم میزنه همه ساله، ما تونستیم به این افتخار نائل بشیم که در رتبه اول در تولید بذر جو در خصوص ابلاغ برنامه در مقایسه با سایر استان‌ها رو به دست بیاریم. تو بحث گندم 5 رقم رو امسال داشتیم. گندم افق، نارین، مهرگان، بهاران و رخشان بوده که امسال با
تولید کردیم تو ارقام مختلف، حدود 900 تن امسال بذر گندم تولید شده تو استان، فقط تو اتحادیه تعاون دوستایی. خدمت شما عرض کنم امسال گندم با توجه به بحث خشکسالی خب خیلی مشکل داشتیم تو بحث دریا، ولی خب خدا رو شکر تونستیم بیشتر از 100% حدود 137% برنامه ابلاغی وزارتخونه رو تولید بکنیم. اتحادیه تعاون روستایی استان خب سال 1348 تأسیس شده و حدود 25 ساله که داره کار بذر انجام میده و خدا رو شکر هی تو این سالا سهممون رو تو بازار بیشتر کردیم، طوری که تو 3 سال گذشته تقریبا تونستیم به عنوان 80% 90% بذر استان رو ما تولید بکنیم. امسال تو بذر جو 100% بذر جوی استان رو اتحادیه تعاون روستایی تولید کرده، تو بحث گندم هم 80% رو ما داریم تولید میکنیم تو استان قم. دستگاه که مشاهده میفرمایید توی سطح ایران حرف اول رو میزنه با توجه به اینکه ما یه سری تغییرات روش انجام دادیم، اهم از دستگاه گراویتی که باعث میشه جوهای سبوکی که از طریق سرنده ما رد میشه بر اساس وزن حجمی اونا رو تفکیک بکنه و اونا جز ضایعات حساب بکنه و داخل بذر اصلی ما نشه، و مهمتر از اون این دستگاه سمزنمونه که به صورت دیسکی تمام سطح بذر رو پوشش میده و باعث میشه که بذر به صورت یک نواخت کاملا ضد عفونی بشه.